هزار و یک شب. چون شب 432 برآمد، گفت ای ملک جوانبخت. آن مرد گفت ای عجوز، عجب از تو که در چنین مکان مقام داری و طعام تو این گونه خوردنی هاست و تو را آب از این چشمه تلخ است. عجوز گفت مگر بلاد شما چگونه است؟ آن مرد گفت در بلاد ما خانه های وسیع و میوه های لذیذ و شیرین و آب های گوارا و خوردنی های خوش و گوشت های فربه و سایر چیزهای نیکو چندان است که جز بهشت در جای دیگر یافت نمی شود. عجوز گفت من اینها شنیدم، ولیکن به من بگو، آیا شما را سلطانی هست که به شما جور کند و اگر از یکی از شماها گناهی سرزند مال او را بگیرد و او را تلف کند و اگر بخواهد شما را از خانه خیشتن بیرون کند تواند کرد؟ مرد حاجی به آن عجوز گفت آری، این گونه چیزها اتفاق می افتد. عجوز گفت به خدا سوگند، چون است آن طعامهای لطیف و آبهای گوارا و میوه‌های لذیذ با آن ظلم و ستم زهر مذابی است کشنده و ما را عادت گرفتن به این گونه طعام‌ها تریاقی است سودمند. آیا نشنیده ای که بزرگترین نعمت‌ها بعد از اسلام صحت و امن است و این هم از عدالت سلطان روی زمین دست دهد و از حسن سیاست سلطان امن و امان پدید آید و سلاطین پیشین دوست می داشتند که ایشان را هیبتی باشد که رعیت آن را ببینند و از او بترسند، ولیکن پادشاه این زمان را فرض است که برای او سیاست تمام و هیبت بزرگ باشد، از آنکه مردمان این روزگار چون پیشینیان نیستند که اینها دل سخت و لجوج و خیانتکارند. اگر خدا نکرده سلطان در میان ایشان ضعیف باشد و یا اینکه خداوند سیاست و هیبت نباشد، شک نیست که بلاد خراب خواهد شد. و در امثال گفته اند چیزی که مضمون آن این است که اگر پادشاه 100 سال ستم کند، بهتر از آن است که رعیت با یکدیگر یک روز ستمکاری کنند و هر وقت که رعیت ستمکاری پیش گیرند، خدای تعالی سلطان جبار و ملک قهار بر ایشان مسلط کند، چنانچه در اخبار وارد شده است که حجاج ابن یوسف روزی از روزها لوحی پدید آورد که در آن لوح نوشته بودند که پرهیزگار باش و بندگان خدا را ستم مکن. چون حجاج لوح بخواند، به منبر فراز رفت و او بسی فصیح بود. آنگاه گفت ایها الناس، خدای تعالی مرا به جهت اعمال شما به شما مسلط کرده. چون قصه بدین جا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. به روایت شهرزاد فتوحی، تنظیم از مجتبی میرسمیعی.